منم فریاد بی خاموش ایرانی، منم آن بغض طوفانی که میدانی، منم شوریده بر ابلیس، آن ارباب جنگ و مرگ و ویرانی، منم شیدای آزادی، همان روح رهایی بخش انسانی. براندازم براندازم تو پایانی، من آغازم من آغازم، من ایران را به خشت جان دوباره باز می‌سازم. به یغما بردی از سفره نانم را، گرفتی جان پرشور جوانم را، شکستی هم قلم هم استخوانم را، ندیدی خشم سرخ ناگهانم را. براندازم براندازم تو پایانی، من آغازم تو آغازم، من ایران را به خشت جان دوباره باز. درودی دیگر بر شما بینندگان و شنوندگان بسیار ارجمند این پایگاه فرهنگی. برنامه دیگر از سیمای پادشاهی ایران، رادیو رستاخیز پادشاهی رو به آگاهیتون میرسونیم. شما همه خوبان پارسی زبان در هر کجای دنیا که هستید، به ویژه همیهنانمون در ایران و در اسرائیل، امیدوار هستیم این برنامه همچون دیگر برنامه ها به گوش جان شما بنشینه و بتونه خوشندی و خوشنودی شما رو فراهم بیاره. امروز چهارم مرداد ماه 1397 خورشیدی یزدگردی است، برابر هست با روزی که در سال 1325 خورشیدی یزدگردی سردودمان خاندان پهلوی در جوهانسبورگ در امریکای در افریقای جنوبی درگذشت. یاد او مانا باد در سر هر میهن پرستی، در دل هر میهن پرستی. همچنین فردا 38مین سال روز درگذشت بزرگ مرد تاریخ خاندان پهلوی آریامهر هست که به همیهنانمون، هماندیشان و همسنگران و همه ملت ایران و همه آشتیجویان جهان و همه مردان و زنان ایران زمین که خواهان بزرگی و سروری و سرور ملت ایران هستند، این اندوه بزرگ رو با شما در میون میگذاریم و امیدوار هستیم آینده آبستن اخبار خوب برای یکایک ملت ایران، ملت اسرائیل و همه آشتیجویان جهان باشه. با سپاسی گرم از شما که ما رو در خانه های خودتون پذیرفتید، سپاسی گرم از همکار ارجمندم پریسای خوبم، دختر ارجمند و نازنینم، و سپاسهای فراوان از کامی بسیار دوست داشتنی که کار فنی این پایگاه رو انجام میده و امید به این که این برنامه بتونه سازنده باشه، چون دیگر برنامه هایی که تا کنون به پیشگاهتون پیشکش شده. بله. درود بر شما و درود بر شما عزیزان، درودی گرم و تابستانی به شما سروران گرامی که دارین برنامه ما رو میبینید از هر سوی جهان. باز پنجشنبه دیگر هست و در خدمت آقای دکتر دانیل دانا هستیم تا از دانش ایشون در راه آزادی ایران استفاده کنیم و رویدادهای مهم هفته‌ای که گذشت رو اینجا به چالش بکشیم و بپرسیم که واقعا سوالایی که برای همه دوستان مطرح هست و در طول هفته ما رو در از طرق مختلف از این سوال‌ها مطرح می‌کنن و خواستار اینن که شما پاسخگو باشید. شروع می‌کنیم این اخبار از آخرین خبر مهمی که هفته پیش اتفاق افتاد و بسیار بسیار مهم بود، نشست مایک پومپئو در کتابخانه ریگان با ایرانیانی که مقیم آمریکا هستند و صحبت‌های مایک پومپئو که واکنش بسیار بسیار زیادی داشت در سراسر دنیا. در واقع بعضی‌ها این رو به این حساب تلقی کردند که یک چراغ سبزی آمریکا نشون داده که اگر چنانچه مردم ایران در راه آزادی گام بردارند، کشور آمریکا پشت و پناهشون، پشتبانشون هست در راه دموکراسی.
و این خب خیلی میتونه پیام خوبی باشه. آیا میشه امیدوار بود؟ آیا بعضی ها میگن که باور نکنین این یک بازی سیاسی است و شاید در ظاهر آمریکا این حرفا رو بزنه ولی در خفا اتفاق دیگری است و سیاست یعنی این. یعنی خیلی از هموطنان عزیز خوشبین نیستند. نظر شما چیست؟ میشه امیدوار بود؟ بله، پیش از اینکه به این پاسخ به این پرسش بسیار داغ روز بپردازیم، میخوام یک خبر خوب رو به آگاهی شما بینندگان و شنوندگان ارجمند این پایگاه فرهنگی برسونم و اون اینکه امروز یک گفتگویی خواهیم داشت با استادی بسیار ارجمند که به راستی اونچه که از دستش بر اومده در خلال 40 سال گذشته در پیشبرد هنر پارسیگویی، هنر پارسی انگاری و هنر سرنویسی و سرنگاری انجام داده. استاد هومر آبرامیان از استرالیا با ما خواهند بود. گفتگویی خواهیم داشت در شناخت پیشینه این استاد ارجمند زحمتکش و دیگر اینکه با یک همیهن از ایران گفتگو خواهیم کرد که به ما خواهد پیوست. ولی در پرسخ به پرسش شما پریشای نازنینم، داستان نشست بزرگ 2000 نفری که از برگزیدگان جامعه ایرانی شماری و شماری از سران استیت کالیفرنیا در شهر لس آنجلس در کتابخانه مرکز فرهنگی رونالد ریگن که شاهکار او این بود که به آقای میخائیل گورباچف در برلین گفت این دیوار رو فرو بریز و کمونیسم 73 ساله رو کمرش رو شکست و باعث شد که شمار بزرگی از مردمان اروپای آنسو، اروپای خاوری، آزادی راستین رو به دست بیاردند و مردم روسیه از گرفتاری های دستگاه پولیت بیورو و پرولتاریای دیکتاتور آزاد بشن و تنفس آزادی بکنن. ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم چون این نکته بسیار جالبه بود که من نمیدونستم. یعنی دقیقا این که مرکز این همایش رو این در چنین نقطه کردن. انتخاب کردن برمیگرده به تاریخ. بله. چون آقای رونالد ریگن در برلین به گورباچف گفت این دیوار رو فرو بریز، دیوار میان دو تکه از آلمان فرو ریخت و به تبع اتحاد سوسیالیستی جماهیر شوروی تبدیل شد به شوروی نیمه آزاد. اونچه که امروز میبینیم مثلا منهای تندروی های آقای پوتین و همدستانش، به هر روی چون آقای رونالد ریگن این کار بزرگ رو انجام داده، آقای مایک پومپو کارشناس بزرگ شماره یک دیپلماسی ایالات متحده در این کتابخانه به اون مناسبت این نشست رو با همیهنان ایرانی آغاز کرده که بگه ما جمهور کوفتی شیعه رو در ایران سرانجام به عنوان ملتی متمدن به زیر خواهیم کشید به دست شما مردم ایران. به این دلیل بود که میان 1000 تا 2000 تن از همیهنان پارسی زبان ما ایرانیان در اونجا فراخوانده شده بودن که پرسش هایی داشته باشن با آقای مایک پومپو، سیاستگزار سیاست خارجه ایالات متحده، آشنا بشن، به ویژه که جان سخن رسیدگی به مسئله ایران و ارزیابی مسئله روز ایران بود و اینکه پیرو اون بیانیه 12 ماده‌ایش که به سران تهران، سران ترور در جهان اعلام کرده بود برای اینکه شما بتوانید کارتون رو ادامه بدید و ما شما رو به عنوان یک مش تروریست آدمخوار نه تنها متهم بکنیم که محکوم هم بکنیم، که شما رو کیفر بدیم به عنوان نگهبانان اندیشه آزاد در جهان، یعنی کمک بکنیم، پشتیبانی بکنیم از مردم ایران، از آزادی خواهان ایران. این 12 شرط رو میبایستی بپذیرید که طبیعی است که تا کنون با واکنش های تند دستگاه فرمان فرما بر ایران مواجه شدیم، هرچند اونها در درون میلرزن و میترسن و روشنتر از آفتاب هر کارشناسی میدونه، نه تنها به دلیل کمبود سیاسی و شکست های آرمانی و ایدئولوژیک پروندهشون بسته است و خود به خود رو به موت هستن و نفس های آخر رو دارن میکشن، بلکه این رستاخیز ملت ایران هست که از 40 سال پیش به این سو آغازیده ولی از 7 سال پیش به این سو رنگ و روی تازه گرفته، رنگ و رویی که
براندازی در اون، چون گل سرخ آشکارتر و شکوفاتر شده. این است که شنوندگان و بینندگان این پایگاه فرهنگی به ویژه سیمای پادشاهی، رادیوی رستاخیز پادشاهی همه خوب می‌دانند و بسیار دیگر سازمان‌ها و بسیار دیگر جبهه‌ها، انجمن‌ها و بخش‌های حزبی و احزاب و همه می‌دانند که روزهای پایانی رژیم رو داریم می‌بینیم، می‌شنویم. نه تنها دلار 7 تومانی پیش از این شورش کوفتی 40 ساله امروز 1500 برابر بالاتر رفته، هنوز تحریم‌های اساسی، هنوز بایکوت‌های کلیدی شروع نشده. از میانه ماه مرداد یعنی 2 هفته آینده شروع خواهد شد و اونجا خواهیم دید دم شیر کجاست. اون شیری که اون مردک ردا بر دوش دستار به سر گفت که با دم شیر بازی نکنید، منظور کدوم شیره؟ اون شیری که از روی پرچم ایران زدودید شما دشمنان سوگند خورده ملت ایران، آزادی ایران و آزادی شهروند ایرانی، از اون شیر صحبت میکنین یا شیری که در خیالهای خامتون دارید از اون یاد میکنین که هیچ ارتباطی به فرهنگ ایران، فرهنگ آزادگان ایران و اصولا تفکر آکادمیک، تفکر آزادی در جهان نو نداره؟ این واکنشی که سخنرانی آقای پومپئو در کتابخانه مرکز فرهنگی رونالد ریگن در لس آنجلس انجام شد، واکنش بسیار 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 کوبنده‌ای برای دوستان آزادی در سراسر جهان داشت و همچنین واکنش بسیار کوبنده‌ای برای دشمنان این اندیشه به ویژه در ایران. یعنی جان سخن این که سران جمهور شیعه رو در ایران لرزاند، براسی لرزاند، چرا که به ساده ترین زبان گفت ما پشتیبان مردمی هستن که هستیم که خواهان آزادی در کشور خودشون هستن و شما موی دماغ این آزادی این مردم شدید و دیر یا زود ما در پشتیبانی از مردم آنها رو تا آنجا کمک خواهیم کرد، پشتیبانی خواهیم کرد، یاری خواهم کرد که شما رو از صحنه تاریخ برای همیشه بزدایند و جای شما مایه های ننگ ایران زمین آزادی اندیشه رو بگمارند و شیر و خورشید همیشه مانای ایران زمین. بنابراین فردا آبستن دگرشدهای بزرگی هست که گام به گام اون رو خواهیم دید. من شب گذشته گفتگوی رو با از استاد ارجمندم دکتر هوشنگ نهاوندی که وزارت آموزش و پرورش دولت ارتش بود از هاری رو داشت و پیش از اون رئیس دانشگاه تهران بود، رئیس دانشگاه پهلوی شیراز بود و در زمانی که ریاست دانشگاه تهران رو داشت من سربلند بودم که دانشجوی دانشکده حقوق بودم و 5 بار با ایشون دیدار نزدیک داشتم. به عنوان پهلوان دانشگاه های ایران من رو بارها ستودن و مدال‌های قهرمانی و بارها به گردن من آویختن. ایشون در شب گذشته عنوان می‌کردن که سیاست خارجی ایالات متحده در چارچوب اونچه که آقای مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفته نوعی دخالت امریکا در ایران هست، از همون دست دخالت‌هایی که 40 سال پیش ما بهای سنگین رو اون رو پرداختیم. صحت یا عدم صحت این اندیشه با مسئولیت استاد ارجمند همه دانشگاه دیده های ایران جناب هوشنگ نهاوندی که من شخصا احترام فراوانی به ایشون قائل هستم، ولی من گمان میکنم دخالتی که 40 سال پیش در ایران کردن ناشی از مقداری عدم آگاهی و ناشی از یک نیرنگ بزرگی بود که دستندرکاران سیاست باز اون روز باعث گمراهی تشکیلات امنیتی ایالات متحده CIA شدن در فرانسه، در انگلیس، در اروپا، در آلمان، در سراسر دنیا دیو نفلشاتو جهان رو فریفت از طریق رسانه های ساده اندیش خامی که باعث زیان بزرگی به دنیا شدن که امروز ما بهای سنگین اون رو داریم میپردازیم و ملت ایران بیش از همه این خسارت رو پرداختن. با احترام به
استاد ارجمند جناب هوشنگ نهاوندی وظیفه من به عنوان یک ارزیاب ایجاب میکرد که اونچرا که شنیدم و اونچرا که میدونم با شما پریسای ارجمندم و شما بینندگان و شنوندگان گرانمایه در میون بگذارم. بله، البته تمام اقشار جامعه ایرانی چه در داخل و چه در خارج خب نظرات مختلفی دارن. خیلی ها بدبین هستند و میگن که اینها همش در حد صحبت کردنه و آیا واقعا آمریکا قصد داره که کمک کنه، که یکی از کمک‌هاش که خیلی از ایرانی‌ها میگن که میتونه مثمر ثمر باشه در رسیدن به آزادی واقعی، اینه که اینترنت رو بتونه در اختیار مردم ایران قرار بده، اینترنت آزاد که همه بتونن دسترسی داشته باشن به این رسانه‌های جمعی گروهی مثل اینستاگرام، تلگرام و دیگر نرم افزارهایی که بتونن با همدیگه قرار ملاقات هاشون رو تعیین کنن که مثلا امروز کجا و به چه شکل و اخبار روز رو بتونن با هم مراوده کنن. در حال نظرات زیاده، ولی یه گوشه از صحبت‌های مایک پمپئو رو با هم ببینیم که از اکثر رسانه ها پخش شد و برگرد. او مواردی از اتهام‌های فساد مالی مقام‌های ایران را برشمرد، از جمله از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بابت اتهام اختلاس در حساب‌های این تشکیلات تا خود آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بابت تشکیلات اقتصادی ستاد فرمان اجرایی امام. اینجا هم این رئیس دستگاه دیپلماسی امروز آمریکا از طعنه و کنایه به موضع‌گیری‌های رئیس جمهور و وزیر خارجه قبلی آمریکا کم نگذاشت. برخی معتقدند رئیس جمهور روحانی و وزیر خارجه ظریف میان راه هستند. حقیقت این است که آنها فوقش آدم‌های اوتو کشیده‌ای برای شیادی‌های بین‌المللی آیت الله ها هستند. دولت‌هایی در سراسر جهان نگرانند که مقابله با جمهوری اسلامی به میان روها لطمه می‌زند. ولی این به اصطلاح میان روها در رژیم همچنان انقلابی‌های خشن و انقلابی‌اند با یک دستور کار ضد آمریکایی و ضد غربی. کافی است حرفای خودشان را ببینید. نشستی که البته بی ماجرا هم پیش نرفت. یکی از شرکت کنندگان جلسه را برای دقایقی به هم زد با شعارهایی علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ که لب مرز بچه‌ها را از مهاجران غیرقانونی جدا می‌کردند. عمده حرف‌های وزیر خارجه آمریکا مرور بر سیاست‌های دولت ترامپ به خصوص در چند ماه اخیر بود. از جمله دعوت از کشورهای جهان برای حمایت از معترضان در ایران. خبر یا تصمیم شایسته یادآوری این که اون چیزی که من از استاد گرانمایه جناب دکتر هوشنگ نهاوندی یاد کردم مبنی بر این که یه مقداری خوشبین نیست به دخالت‌های امریکا در ایران. منظور اصلی ایشون اون چه که اتفاق افتاد در 40 سال گذشته و اشتباهات بزرگ آقای جیمی کارتر پرزیدنت اون دوران در گادلوب و همراه والری ژیسکار دستان فرانسوی و هلموت شمیت آلمانی و کالاهان بعد بله کالاهان انگلیسی فریب خوردن. آیت الله ها، آقای ابراهیم یزدی، آقای بنی صدر، آقای قطب‌زاده مثلث بیق و دیگر همدستانشون دنیا رو فریفتن. چه وابستگان چپ، چه وابستگان به مذهبی، چه حقوق بگیران قذافی، حافظ اسد و این آدمخوار یاسر عرفات یا صدام حسین و دیگران همه دست به دست دادن تا با اون چی که شاه و حکومت‌های ملی اون زمان تلاش می‌کردند ایران رو از نکبت دوران قاجار به یک دوران به یک فرهنگ و تمدن معاصر و معادل و برابر با دنیا برسونن چوب خوردن. بنابراین اون چیزی که امروز آقای پمپئو عنوان کرده در این سخن، دفاع از شهروند ایرانی، دفاع از خواسته او بر راستای آزادی اندیشه است و دادن یک شانس به مردم بینوایی که
یک مش دیو و دد به اونها حاکم هستن و فساد از حد گذشته و خداشون معترف به این ننگ جاری هستن که در 40 سال گذشته چه دزد بازاری، چه چپاولی، چه یغمایی از سرمایه های ملت ایران کردن، از آب و خاک و هوا گرفته تا سرمایه های کانی و زیرزمینی و اونچه که در اختیار داشتن، تا کشتارهایی که کردن، تا بدنامی هایی که به وجود آوردن، تا انگ ننگی که بر پیشانی ایرانی کوفتن، اینها همه میبایشتی با کمک همسنگران و هماندیشان ایرانی آزادی خواه در سراسر جهان بیابسی بشه، این انگل زشت از گردن فرهنگ ایرانی کنده بشه، به تیغ تیز خرد بیرون انداخته بشه و یک حکومت ملی جایش بنشینه. بنابراین طبیعی است که ما نیازمنده پشتیبانانی چون آقای پومپئو، آقای ترامپ و دیگران هستیم. من این رو دخالت در امور داخلی کشور نمی نامم، علارغم اونچه که از استاد دکتر هوشنگ نهاوندی شب پیش در یکی از رسانه های همزبان در امریکا شنیدم. به هر روی امیدوار هستیم که این تصوری که یک عده بدبین در میان اذهان عمومی پراکندن که اینها هم همه صوت و آوا و بی اثر و بی نتیجه خواهد بود، در آینده خیلی نزدیک، همین از همین چند هفته آینده خواهیم دید که اینها صوت و تصویر و تصور و آوای میان تهی تباه نخواهد بود، بلکه یک پتک بسیار بسیار سنگین و کله های پوک و پوچ دستاربندان ردا بردوشی خواهد بود که 40 سال به سخنی و 1400 سال به دیگر سخن موی دماغ فرهنگ و تمدن شهروند ایرانی شدن. خواهیم دید، به زودی خواهیم دید. بله، آمین. و در ادامه صحبت‌های مایک پومپئو خیلی اشاره کرد، خاص مخصوصا اسمم آورد، از لاریجانی‌ها و فسادهای کلانی که توسط این سه برادر لاریجانی در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و پول‌هایی که میتونستند باهاش کشور رو بسازند که مردم در فقر و فساد و فحشا قوطه‌ور نباشن، خرج خودشون و ویلاهاشون کردن. و هفته‌ای که گذشت در تلگرام و اینستاگرام قوغایی به پا شد، دوستان اومدن کمپین درست کردن از بچه‌های ایران و اعتراض کردن به ولخرجی‌های سران جمهوری اسلامی که از قضا هفته گذشته یک عروسی بسیار بسیار مجلل در غرب تهران بوده که مشخص شده که عروسی یکی از همین وابستگان جمهوری اسلامی، عروسی یکی از پسر یکی از سفیران جمهوری اسلامی بوده و بعد این خانم که عروس سفیر هست اومده بوده دفاع کنه در تلگرام و حتی به اینجا کار میکشه که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم این رو پخش میکنن به دفاع که مردم رو یه خورده تسکین بدن، که یعنی اینجوری هم نیست. حالا حتما نباید آقای مایک پومپئو بگه اینها آدمخوار و دزد و چپاولگر و یغماگر زورگوی زشتندیش پلشتی هستن که به ملت ایران 40 سال زور گفتن و بد کردن و باعث بدنامی شهروند ایرانی در سراسر جهان شدن. آقای احمدی نژاد همدست خودشون عنوان کرده برادران قاچاقچی. برادران قاچاقچی کی هستن؟ یکیش نشسته توی پارلمان ریاست میکنه، یکیش در دستگاه قضایی به هدایت میکنه و دیگریش هم کارچاخ‌کن دولت و بخش خصوصی و بانک‌ها است. این برادران قاچاقچی که اتفاقا ایرانی هم نیستن، همه متولدین نجف و کربلا و نمیدونم اون آشغال دنیای اون طرف، دشمن ایران، دشمن فرهنگ ایرانی هستن. اینها اساسا و ذاتا بیگانه هستن، بیگانه با اندیشه ایرانی، بیگانه با فرهنگ ایرانی، بیگانه با دین و راستی تاریخ راستین ایرانی. اینا دشمنان ایران و ایرانی هستن. بنابراین ما وقتی که ریفرنس میدیم آقای احمدی، نه اینکه در جهت تایید گفته ایشون باشه، بلکه کار به جایی کشیده که دشمنان ملت ایران چون گرگ هایی، ببینید گرگ ها وقتی که
خیلی گرسنه میشن، در شب برفی و هیچ خوراک گیرشون نمیاد، میشینن دوره هم حلقه میکنن و همه منتظر میمونن تا در این عین گرسنگی و سرما یکیشون چرت کوچکی بزنه و دیگران حمله کنن اون گرگو بدرن. شب گرک ها، من چندی پیش یک داستان قشنگی نوشتم شب گرک ها و این رو سعی کردم به خوانندم نشون بدم به صورت نمایشی با واژگان. امروز اونچه که در ایران میگذره عین همون شب گرکاش که دور هم نشستن و همه یک چشمی میخوابن، یک چشم بیداره ولی یک چشم با یک چشم چرت میزنه که اگر قرار بشه این یک چشم در یک لحظه پلک ها روی هم بیفته، دسته گرگ های هار درنده یارش بیارن و او رو از میان بردارن. اونچه که آقای احمدی نژاد به برادران قاچاقچی گفته یادآور اون نشست گرگ هاست. بله، و گزارشی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی. جمل، ژن برتر، تبرج و اشرافیگری را میان کاربران داغ کرده. دعوایی که اگرچه با یک سوال در صفحه یکی از روحانیون فعال در فضای مجازی درباره حرکت به سمت کاخ نشینی شروع شد، اما با استقبال و حمایت روحانیون، کاربران و حتی سیاسیون و اهل رسانه دیگر حالا به یک موج تبدیل شده. موجی از نقدهایی که میگویند اشرافیگری، تجمل و تبلیغ برای زندگی لاکچری آن هم در این شرایط اقتصادی درست نیست. اعتراضات کاربران فضای مجازی باعث شد حواشی این ماجرا البته از سوی پسر آقای سفیر و همسرش جواب داده شود. آنها سعی دارند به مخاطبان بگویند خرج مراسمشان بالا نبوده و تمام این دعواها از طرف کسانی است که با آنها دیدگاه سیاسی یکسان ندارند. این سوالات شما سوالات جالبی نیست، یعنی من احساس میکنم که هدف شما سوال پرسیدن نیست. انتشار عکس‌های صفحه عمومی عروس آقای سفیر که به عنوان یک تبلیغ کننده مد و لباس در اینستاگرام معروف است، به داغ شدن این انتقادها سرعت بخشیده. به ویژه قیمت‌های بالای برندهایی که ترویج و تبلیغ می‌کنند. گرچه این فعال مد بعد از این اتفاقات تاکید دارد این خبرها هم نیست. چون شرایط بد اقتصادی برای همه یکسانه و فشار اقتصادی روی تمام بله. و خبر دیگر که خیلی در رسانه ها منتشر شد، یک آقایی خیلی هم شور میزنه، صحبت کرده، خیلی هم پامنبری داره این آقا، به نام آقای عباسی نامی فکر میکنم شما بشناسین، و میگه که صدمه که این آقایون دزد به اسلام زدند، هیچ وقت تو تاریخ هیچ کس نتونست صدمه بزنه به اسلام و ولایت مطلقه فقیه که اینها زدند و به وزارت اطلاعات و دیگران کسانی بودند که با اختلاس ها، با عدم مدیریت، با ندانم کاری هاشون باعث شدن که ملت از اسلام و ولی فقیه برگردون بشن. و این به هر حال هر جا تو رسانه ها می دیدین آقا صحبت می کرد، حتما دوستانم دیدن، میتونیم یه گوشه از این صحبت‌ها رو هم ببینیم که ببینید چه شوری هم میزنه. قبل از اینکه به اون به نکته برسیم، من میخوام به اون چه که تو گفتی پریسا جان یک نکته بهش اضافه بکنم. دستگاهی که 40 سال بر ایران زمین فرمان میرانه و با نیرنگ و شیادی و حقبازی و دروغ اسلامی شیعی روی کار آمده، البته سرخهای پرولتار کم کمک نکردن، چه مسلمانان سرخشون مثل مجاهدین چه دیگران، به هر روی باختیم. 40 سال باختیم، فراوان باختیم، زیان زیاد دیدیم، خسارت بسیار پرداختیم، 100 سال رفتیم. ولی یک خاصیت داشت، برابر با همه این خساراتی که پرداختیم، برابر بیا این 1 میلیون هم میهنی که از دست دادیم، برابر با 100 سال به قول تو پریسا جان عقب رفتگی، علی رغم خسارات بسیار 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 و 3 نسل از میان رفتن، یک سود بزرگ بردیم که اون یک سود بزرگ به همه این خسارت ها میارزه و اون این است که دشمن خانه خودمون رو، دشمن خانگی خودمون رو پس از 1400 سال شناختیم و این برماست که در آینده با دشمن خانگی که در خانه ما زاده شده و به ما و پدران ما بسیار بسیار پدران و مادران و نسل‌های گذشته ما بسیار بد کرده، خرافه پراکنده، دروغ گفته، ما رو به بلاهت و جهالت واداشته، بیدار شدیم تا او رو خوب بشناسیم و آزادی اندیشه رو با
به عنوان خدای کارای فردای ایران زمین در یک حکومت به راستی آزاد برگزینیم و بگیم شما دیگه نمیتونید کلاه ما رو بردارید، دست شما برای همیشه رو شده، اون دستاری که به سر بستید و اون ردایی که به دوش انداختید ایرانی نیست. نه تنها اون در ظاهر داستان ایرانی نیست، بیگانه است و شما در چارچوب و در تفکر بیگانه به ما میخواهید حکومت بکنید. یک دین ساختگی جعلی زشت ایران سوز ایران ستیز رو به ما تنقیه بکنید، بلکه ما بیدار شدیم و خدای راستین که مهر و دوستی هست و خدای بخشنده‌ای هست که هیچ ارتباطی به اندیشه های ناپاک ایران سوز شما نداره پیدا کردیم. این اون بهره بزرگی است که نصیب ملت ایران شده. باید دعا کنیم که ملت ایران فراموش کار نباشد، فراموش نکنه. هرگز ننگ 1400 ساله رو این 40 ساله این مردم رو کردن و این تبار دیودت رو کردن و آدم ایرانی هوشیار شده، بیدار شده و دیگه سرش کلاه نخواهد رفت. میشتویم دزدیده. آقا تو باید پاسخگو باشه، چرا دزدید؟ مگه وزارت نفت حراست نداشت؟ مگه وزارت نفت بازرسی نداشت؟ چرا یه بار نمیگه چرا وزیر اطلاعات پاسخ نمیده؟ چرا هر کی دزدی میکنه بعد از این کشور بلند میشه میره بیرون؟ شما الان جوان باش، سربازی میخوای بری نمیذارن بری پاسپورت بگیری. مبادا شما به عنوان یه سرباز مثلا زیر دیپلم که روی علم برجک دیدبانی این گوشه یه پادگانی داری نگهبانی میکنی، مبادا اطلاعات پادگانو برداری پاسپورت داشته باشی از کشور فرار کنی. ولی بانک ملی جمهوری اسلامی رئیس بانکش پاسپورتش تو جیبشه، اختلاس میکنه بعدم از فرودگاه کشور میره بیرون. اون یقه وزیر اطلاعاتو بگیرید، یقه رئیس قوه قضاییه رو بگیرید، یقه هر دستگاهی رو بگیرید که حراست داره. این حراستا پس دارن چیکار میکنن؟ این بازرسی ها دارن چیکار میکنن؟ دیوان مثلا محاسبات چیکار میکنه؟ کمیسیون اصل 90 چیکار میکنه؟ نماینده مجلس که وظیفه نظارت دارن چیکار میکنن؟ همه رو رها میکنیم، میگیم آقا رهبری بیاد در تمام شؤونات. بله، لات بی سر و پای به نام عباسی که مفسر تاسیسات امنیتی پشت پرده دستگاه حاکم شده همه رو ردیف میکنه، به چوب میبنده مگر رهبر رو. یعنی همه میبایستی در ایشون مبلغ رهبری رهبر هست. بل. یعنی ایشون ظاهر قضیه نجات بده. آره دیگه، آره دیگه. بل. یعنی ظاهر قضیه به همه داره خورده میگیره، ولی خب خواسته نهاییش این دیو پلید ایران سوز ایران ستیز نجات رهبر از منجلابیش که در اون گیر کرده. بنابراین طبیعی است که بینندگان و شنوندگان ما چه در ایران چه در بیرون از ایران در هر کجای جهان فریب این نیرنگ ها رو هرگز نخواهند خورد و خام نخواهند شد که این دیو پلشت در چارچوب آدمی در پیکر آدمی چنین یاوه هایی میبافه. بله، البته این گزارش به این اسم منتشر شده بود که بوی سقوط رژیم بوی الرحمن داره میاد. بله بله، خیلی واقعا واقعا مردم هوشیار هستند. و این هفته ما دیدیم که این شاخ و شونه کشیدن ها همچنان ادامه داشت. آقای قاسمی همچنین آقای روحانی صحبت کرده بود، رئیس جمهور ایران ملقب به حسن کلید ساز. حسن کلید ساز، بله بله، به قول شما. بله، صحبت کرده بود از این که متاسفانه تنگه هرمز گفته بود که توی صحبت‌های ما فکر کرده بودن که ما منظورمون اینه که تنگه هرمز رو می‌بندیم، ولی لازمه که بگیم که خیلی تنگه‌های دیگه هست در ایران که ما میتونیم ببندیم. بله، داستانی بود که در سوئیس و در اتریش گفته بود که به رو به پرزیدنت ترامپ گفته بود که شما میخواهید نذارید ما نفت صادر بکنیم، ولی کشورهای ما همه نفت صادر بکنن، خب ما نمیذاریم کسی نفت صادر بکنه. حرفش این بود. در فاز دوم گفته بود که تنگه هرمز تنها نیست، تنگه‌های دیگری هست که ما خواهیم بست. بله، و ملت هم کامنت گذاشته بودن تنگه‌ای که باید بسته بشه دهان گشاد مسئولین رژیم جمهوری اسلامی هست. و گوشه‌ای از این ویدیو رو بریم با بله هم. پیش از اون ما از این پایگاه فرهنگی به تو دیو پلشتی که اون دستار رو به سر بسی و اون ردای اهریمن رو به دوش انداختی تا دشمنی بکنی با حقوق ملت ایران، میگیم ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست،
ارز خود میبری و زحمت ما میبداری. امروز و فرداست از زیر و رو برچیده بشید و به تاریخ بپیوندید. کبیرهای ما احتیاج داره شما ها برید سبزش بکنید. ما هم مثل شما آدم خور و آدم کش نیستیم. هیچ کدومتون رو نخواهیم کش. ارزش کشته شدن و مردن ندارید. زندگی آمدن و رفتن بر روی این کره ارض، بر این خاک، به دست خدای یکتاست، پدری بخشنده و مهربان. ولی شما کبیرهای ما رو میبایستی سبز بکنید. فراموش نکن. ثانیه. مادر جنگ ها و صلح با ایران مادر صلح هاست. این ادعایی است که صدام حسین در سال 1990 و زمان حمله به کویت مطرح کرده بود و به نوشته مفسر آتلانتیک نتیجه اش نه مادر همه جنگ ها بلکه جنگ همه مادران بود. روحانی یک روز پس از حمایت علی خامنه ای از طرح بستن تنگه هرمز بار دیگر این تهدید توخالی را تکرار کرد. رهبر حکومت اسلامی سخنان حسن روحانی را در سفر اخیر به اروپا مبنی بر اینکه اگر نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد شد، مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام خواند و گفت که وظیفه وزارت امور خارجه پیگیری جدی این گونه مواضع رئیس جمهور است. پیشتر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس نیز از این سخنرانی روحانی تقدیر کرده و آمادگی سپاه را برای خدمتگزاری به دولت در جهت چنین اقداماتی اعلام کرده بود. حسن روحانی در آخرین روز تیر ماه با اشاره به اینکه ما هیچ وقت از تهدید نترسیده و در برابر تهدید تهدید خواهیم کرد گفت اهل تجاوز و تدافع نیستیم و به دنبال بازدارندگی هستیم و بر همین اساس توان ما توان بازدارندگی است. اشاره کرده بودن به صحبت‌های این آقایی که صدام حسین رو گذاشت کنار سران رژیم جمهوری اسلامی و گفت که تشابهی هست که دقیقاً صدام حسین زمانی که داشته سقوط می‌کرده از جمله همین صحبت‌ها رو می‌کرده، همین تهدیدات توخالی رو ارائه می‌داده و اشاره کردین شخصی که حالا به هر حال صحبت کرد از صحبت‌های روحانی گفت که واقعا میشه گذاشت کنار هم از نظر شما صدام حسین رو مقایسه کرد با رژیم فعلی. سرشت دیکتاتورها در آخرین روزهای رژیم دیکتاتوری اونها بسیار 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 همسان و همسو و همشانه و هموضعیت هم هستن، خیلی شبیه هم میشن. دیکتاتورهای امروز ایران هم بیرون از دیگر دیکتاتورها نیستن. حالا قذافی و صدام حالا دو تا نمونه های تازه هستن که دیدیم، ولی خب دیگرانی هم بودن به همین سرنوشت دچار شدن. امروز و فردا مردم خشمگین ایران دانه دانه این تبار دیو و دد رو، اون معامله ای رو باشون خواهند کرد که حقشون هست. در اینجا از هممیهن ارجمند و بسیار گرانمایه ای که در آغاز برنامه از او گفتیم، استاد ارجمندم خمر آبرامیان، پیامی داریم، گفتگویی که یکی دو روز پیش انجام شد در سیمای پادشاهی، این گفتگو رو میشنویم. خمر یکی از براستی فرهنگ مداران فرهیخته و از سازندگان سرگویی، سرنویسی و سراندیشی در تاریخ فردای ایران زمین خواهد بود. نوشته های او، سخن گرانمایه و ارجمند او در تاریخ ایران برای همیشه مایه سربلندی همه فرهنگ مداران ایرانی خواهد بود. Thank you.
درود دیگر به شما بینندگان و شنوندگان ارجمند این پایگاه فرهنگی سیمای پادشاهی ایران زمین که از استودیوی اسرائیل پارس تیوی به آگاهی شما میرسه. امیدوار هستیم این برنامه هم چون دیگر برنامه ها به دلتون بنشینه و پرسش برانگیز برای شما باشه. نوید خوش این که امروز با استاد ارجمندی به نام هومر آبرامیان که در 40 سال گذشته تلاش بسیار کرده در پیشبرد زمینه‌های فرهنگ ایران زمین و اونچه که به راستی جوانان ایران زمین و نسل فردا نیازمند آگاهی و گسترش دانششون در شناخت پیشینه خوب زادگاهمون هستن. هومر نازنینم هزاران درود بر تو بزرگمرد، با بهترین آرزوها و سپاس پیش پیش برای زمانی که برای ما گذاشتی تا با بینندگان و شنوندگان این پایگاه فرهنگی گفت و شنودی داشته باشی، با این امید که بتوانی این برنامه سازنده رو همچنان پیگیری کنی. خیلی خوش آمدی هومر جان. با درود و آفرین و سپاس بیکران از اینکه من رو فراخواندید که امروز مهمان برنامه شما باشم و امید این که بتوانیم در پیشگاه مردم خودمون کار کوچکی انجام بدیم. در خدمتتون هستم. سپاس از تو هومر جان. میدونی که ما کم و بیش 300 هزار تن پارسی زبان در اسرائیل داریم، کم و بیش 7 تا 8 میلیون تن از همیهنان همزبانمون در سراسر دنیا پراکنده هستن و 80 میلیون تن کم و بیش همیهنانی داریم در بزرگترین زندان تاریخ ایران زمین در 40 سال گذشته. بنابراین گره‌گشایی های شما در شناخت زبان پارسی و اونچه که به راستی فرهنگ راستین این سرزمین میتونه نقش داشته باشه برای فردای بهتر میلیون ها پارسی زبان جهان میتونه به راستی گره‌گشا باشه. نخست از خودت بگو اونچرا که من اشاره کردم، شناخت من و نگاه من به یک استاد ارجمند خدمتگزار به میهن و سرنویسی، سرگویی و سرانگاری زبان شیرین پارسی بود. اونچه که گمان میکنی در آغاز سخن بتوانه یاری رسان باشه به هممیهنان و همزبانانمون، سپاسگزار میشم. بگی تا به پرسیداتی برسیم. من باید از اینجا آغاز کنم که به باور من گرفتاری ما مردم ایران، این 80 میلیون نفری که شما اشاره کردید، با آمدن حکومت اسلامی آغاز نمیشد. بیخوبون این گرفتاری با یورش تازیان به ایران آغاز میشود. دشمنی با هر اون چیزی که ایران هست و فرهنگ ایران شهری، همه توان تازیان برای از میان برداشتن نشانه های فرهنگ ایران شهری به کار گرفت و با اندوه بسیار باید گفت که این دشمنی تنها از سوی تازیان نبود، بلکه از سوی بسیاری از ایرانیان پشت میهن کرده هم بود. شاید مصیبتی که اونها بر پیکر فرهنگ ایران شهری زدن بسیار بسیار بدتر از خود تازیان بود. تا اونجایی که میشود با دلیری گفت، تازیان هرگز با آیین‌های نوروزی نرزمیدند، ستیزی نداشتند، گرفتاری نداشتند. با جشن‌ها و شادروزهای ایرانی مانند مهرگان، جشن سده و دیگر جشن‌های ایرانی هرگز گرفتاری نداشتند. این گرفتاری رو خود ایرانیان تازی پرست پدید آوردند. شما نگاه کنید سخنانی که آیت الله مرتضی مطهری گفت در سال 1349 در خارشماری آیین‌های نوروزی، که در یک سخنرانی کوتاه 17 بار پیاپی گفت که پدران شما خر بودند که آیین‌های نوروزی یا سیزده بدر یا چهارشنبه سوری رو برگزار می‌کردند. و پیش از او، البته نمونه تنها این نیست، آیت الله مرتضی مطهری، پیش از او بسیاری بودند. امام محمد غزالی که میگوید نوروز و سده باید مندرس شود و کسی نام آن نبرد، و بسیاری کسان دیگر که اینا همه ایرانی تبار بودند، اینا تازی نبودند، عرب نبودند، ایرانی تازی پرست بودند و پشت به میهن کرده، که در راستای خارشماری فرهنگ ایران شهری هر اون چی که در دانش و توانش خودشون داشتن به کار بستن. بنابراین بیخوبون این گرفتاری برمیگردد به باورهای ما که ما رو به سوی خانه دشمن کردیم از زمانی که نامهای عربی بر خودمون گذاشتیم، از زمانی که دروازی زبان پارسی رو گشودیم روی واژه های تازی، و امروز هنگامی که دو ایرانی با هم سخن میگویند شما میبینید اگه بشمارید
خواهید دید که بیش از 60-70% از واژه هایی که به کار میبریم واژه های تازی هستند. بیایشگوی ما، قبلگاه ما عربستان هست، نام های ما نام های عربی است و بسیاری آیین های ما، عقد ما، طلاق ما، مرگ ما، حتی هنگامی که زاده میشویم باید آخوندی بیاید به زبان چیزی بگوید، هنگامی که از اینجا میرویم باز هم آخوند دیگری باید بیاید هم چیزهایی به زبان عربی بگوید. ولی هنگامی که سخن از خلیج عربی میشود انگاری که دوستان و بزرگی به ما گفتن میخواهید که شکمها پاره کنید که چرا نام خلیج پارس رو خلیج عربی گفتن. ای کاش که این روشی که ما داشتیم در باره خلیج عربی، خلیج شاخاب پارس، خلیج نیست، نخواستیم که خلیج نیست، دریا هست یا شاخاب هست. دومی که عرب نیست، خلیج پارس است، دریای پارس است. ای کاش که همین ساحش رو ما می داشتیم درباره نام های ایرانی. چرا من ایرانی باید نام علی، حسن، حسین، تقی، نقی و بدتر از همه غلام داشته باشم؟ چرا من ایرانی باید نام دختر خودم رو صغرا و کبرا و نمیدونم سکینه و رقیه و، مگر خودم نام ندارم؟ نام های ایرانی چه کم دارن که ما ایرانیان باید نام های تازی بر فرزندان خودمون بگذاریم؟ یا کوه الوند و البرز چه کم دارد که نیایشوی ما بشود که ما رو به قبله نماز بخوانیم؟ اگر به راستی دوست داریم که با خدای خودمون راز و نیاز کنیم، چرا رو به البرز نیستیم؟ چرا رو به الوند نیستیم؟ چرا رو به کردستان نیستیم؟ چرا رو به بلوچستان نیستیم و نماز بگذاریم؟ اگر به راستی خواهان این هستیم که با خداوند جان و خرد گفتگویی داشته باشیم، راز و نیازی با خدای جان و خرد داشته باشیم، چرا نه با گوشه ای از ایران، چرا با خاک عربستان؟ اینها بیخوبون گرفتاری ما هستند به کوشش هزار سالی که دست کم هزار سالی که گروه آخوندها به کار بردند که بتوانند روزی در میهن اهورایی ما به قدرت برسند و سرانجام رسیدند. و این رسیدن به دست خود ما انجام گرفت، یعنی کسی اونها رو یاری نرسان جز خود ما. این خود ما بودیم که تاج و تخت شاهنشاهی 2500 ساله ایران رو پیشکش کردیم به آخوند. بنابراین با این نگاه خواهیم رسید اون نکته که گرفتاری ما یک گرفتاری سیاسی نیست، گرفتاری ما یک گرفتاری فرهنگی است، یک گرفتاری ریشه دار فرهنگی است. بنابراین کوشش همه فرهنگیاران باید در این راستا باشه. نخست شما اشاره کردید به زبان پارسی. زبان، هر زبانی پیاله فرهنگ اون ملت هست. زبان پارسی جام یا پیاله فرهنگ ایران است. شما چگونه می توانید درباره فرهنگ ایران سخن بگید و ارزش های این فرهنگ ایران شهری رو زنده کنید اگر به زبان پارسی سر نخواهد؟ اگر فردوسی توانست فرهنگ ایران رو دوباره زنده کند، جز از زبان سری پارسی نمیتوانست. تنها جامی که در دست داشت که این فرهنگ ایران رو در اون جام بریزد یا در اون پیاله بریزد، همون پیاله که زبان پارسی بود. ولی جای اندوه بسیار هست امروز کسانی که حتی گفتگوهایی میشود شما به برخی از استادانی که در رسانه ها گفتگو میکنند، نخستین ویژگی که از فردوسی یاد میکنند این است که فردوسی زبان پارسی رو زنده کرد. ولی خود این گوینده به گونه‌ای سخن میگوید که بیش از 80% از واژه‌های او پارسی نیست و شما در شگفت میمانید که این چگونه گرامی داشت فردوسی. استادا، بزرگا، اگر شما در راستای گرامی داشت فردوسی میکوشید، چرا با واژه‌های تازی که فردوسی با تمام پوش توانش خود با اونها رزمید و اونها را از زبان فارسی بیرون دید؟ برگوی آماج من از این سخن کوتاه این است که بیخوبون گرفتاری ما بیخوبون فرهنگی است. ما گرفتاری فرهنگی داریم. البته این سخن به این آرش یا به این چم نیست که ما کار سیاسی نباید انجام بدیم یا کارهای رزمی نباید انجام بدیم، اصلا چنین نیست. سخن من این است که فرهنگیاران امروز باید بشتابند
این فرهنگ بیمار رو، نیمه جان رو جان تازه ای بخشند. کامل جان، من با پذیرش اونچه که گفتی، دست کم در درازای سالها اونچه که من به شخص به عنوان یک سرباز نوشتم و گفتم، همیشه گویای این بوده که اون چکیده‌ای که تو اشاره کردی بدون سر سوزنی چون چرا باید پذیرا باشه برای هر فرهنگ یار نگران فردای ایران زمین، بدون سر سوزنی چون چرا پذیرفتنی است. در آنجا که میگی دشواری ما در درازای این سالها یک دشواری فرهنگی است، من نکته دیگری رو میخواهم بیافزایم به این نکته بسیار کلیدی، کارا و پاسخ دهنده به فرازهای دشوار زندگی گذشته ما، رسوایان فرهنگ از دست داده و هستی سوخته، و اون این است که یکی از گرفتاری های ناگشوده ما گرفتاری روانی است. ما دچار روانپریشی و روانپارگی تاریخی هستیم. ببین عمر جان، نام های ما همون جور که گفتی نام های زیبای پارسی بود. خانواده ما، نگاه ما، بینش ما، نگرش ما به هستی و هستی شناسی ما گونه دیگری بود. آیین‌های نیایشی ما، فرهنگ زیبای ما چیز دیگری بود که هیچ پیوندی دست کم با اون چی که نام دین گرفته در روند 1400 ساله نداشته. ما بیشتر دچار گرفتاری روانی شدیم که اون گرفتاری روانی، روانپاریشی و روانپارگی انگیزه ای شده که دشواری های فرهنگی رو بسازن و به دنبال خودشون بیارن. ببین، ما 300 هزار تن پیرو کیش یهود در این سرزمین داریم، یک چیزی بین 16 تا 17 میلیون یهودی در جهان که 8 میلیون تن از اونها در اسرائیل زندگی میکنن. چند تن از این شمار یهودیان رو میشناسی شما که اسم گوبلز و گورینگ و هس و نمیدونم هیتلر و هایملر و نمیدونم لودندورف و دیگر اسمها به خودشون گذاشته باشن؟ آیا یک یهودی چنین نامهایی رو برای خودش ننگ بیچون و چرا نمیشناسه؟ چه شد که پیروز و شاهین و بله، صحبت‌های آموزنده و بسیار جالب بود که از ایشون در این مصاحبه جالب شنیدیم، ولی منو به یاد یک داستانی انداخت این صحبت‌ها که امروز و روز در خود ایران جمهوری اسلامی به مرور متوجه شدن که مردم از اسمهای سمیه و رقیه و اینجور اسمهای فاطمه و از اینجور اسمها دوست ندارن و به خودی خود خود ملت ایران برگشتن روی اسمهایی مثل سارینا که اسمهای فارسی واقعی است و از قبیل این اسمها. و حتی خود این مؤسسه های خیریه که قبلا به نام سامن الحجج بود، به نام فاطمه زهرا بود، خیلی مؤسسه های خیریه این شکلی بود، اومدن مؤسسات بانکیشون حتی تغییر اسم دادن، به جای سامن الائمه گذاشتن کاسپیان، به جای این اسما اومدن گذاشتن آرمان. حتی خودشون متوجه شدن که مردم کششی به این اسمای اسلامی ندارن. و امروز روز حتی در عربستان این هفته خبر این بود که قانونی رو به ثبت رسوندن که دروس مذهبی رو از درس‌های مدرسه‌شون حذف کردن و در تاجیکستان تعداد زیادی از مساجد رو تعطیل کردن یا به مؤسسه خیریه اختصاص دادن یا به افرادی که واقعا بی سامان بودن، خانه نداشتن، سقف نداشتن، بهشون اسکان دادن در مساجد. یعنی این رفته رفته خوشبختانه شما اشاره فرمودید که دین، کاری که اینها با دین کردن، یواش یواش مردم آگاه شدن که این به چه شکلی هست. برحال نظر شما در این رابطه چی هست آقای دکتر؟ به باور من پریسا جان، اون چه که در روند 1400 ساله در ایران گذشته و امروز دانشمندی چون آقای هومر آبرامیان از اون داشتن میگفتن و بسیاری کسان دیگر و بالاتر از یک شمار بزرگی، 1% قابل اهمیتی در ایران که شعار میدادن
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران، این خیلی معنی داره. یا شمار بزرگی از هممیهنان جوان ما که قرآن سوزی میکنن و این رو یکی از خدمات بدون تردید و بیچون و چرای خودشون به فرهنگ ایرانی قلمداد میکنن، این گویای این است که این بیدینی 1400 ساله که نام دین به خودش گرفته بود آرام آرام داره از پهنه جامعه دور میشه. مردم چشماشون رو باز میکنن و میفهمن اون چی که به نام شیعه خوانده شده در این 1400 سال گذشته زیر لوای دین نهایت بیدینی بوده. چرا؟ آدم ایرانی اگر دنبال دین بود در این 1400 سال، مگه دین خودش چه اشکالی داشت؟ دینی که بر راستای سپند بود، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، خوب کار بکن، خوب بگو و خوب فکر بکن. تا تو خوب فکر نکنی نمیتونی خوب بگی، نمیتونی خوب تولید بکنی. بنابراین سپند زیبای پارسی که کیش زیبای اشوزرتوش تسپنتمان رو ساخته چه ایرادی داشت که این نهایت زیبایی دین بر راستای خرد رو یه مش گاو و گوسفند دنیا نادیده یه وحشی از آن سوی بیابانها بیان یک مش خرافه و یه مش دروغ و یه مش دبنگ و یه مش خدا ستیزی رو چارچوب دین بهش بگن؟ پا تو چجوری تو مسترا بذار؟ قدم اولت کدوم باشه؟ اگر زلزله اومد تو از اون بالا افتادی روی عمت بچه که به وجود اومد حلالزاده، یا یه مش لاتائلات و یه مش دروخا و یه مش مزخرفات و یه مش حرفای بی اساسی از این دست. آخه این که دین نیست که، این کاملا یک حرکت ضد دینیست. جامعه ایرانی در روند 1400 ساله جامعه شناسی ایرانی نشان داده هر کجا اندیشه پادشاهی رفته بالا، مسئله دین اومده اون رو بکشه تش پایین. هر کجا دین پلیدی توی پرانتز شیعه اوج گرفته، پادشاهی اومده بیرون و وارونه اون پادشاهی. هر کجا که دین گستاخ شده، این پار اندیشه زیبای پادشاهی بوده که اومده و این رو از تاریخ فرهنگ انداخته بیرون، ولی هیچ وقت نتونسته پایان دهنده این بازی شوم باشه. چرا؟ چون همیشه در چارچوب الیت جامعه مانده و هیچ وقت وارد لایه‌های گوناگون شهرمداری و شهروندی ایران نشده. برای نخستین باره که توده‌های ایرانی در لایه‌های گوناگون درک می‌کنند با پوست و گوشت و خون و استخوان خودشون این کیش زشت پلشت بیگانه رو در ایران دریافتن و می‌خوان این رو از ته ریشه‌کن بکنن و آزادی اندیشه رو جاش بنشونن. آزادی اندیشه‌ای که از شاهنشاه کوروش هخامنشی برای ما ماندگار مانده تا امروز. بنابراین این داستان رو به پایان هست و دستگاه ردا بردوش دستاربند پروندش برای همیشه بست است. این همون سودیست پریسا جان که ملت ایران در پرتاب این زیان 40 ساله به سخنی و 1400 ساله به دیگر سخن دریافت کرده. کامی جان دنباله گفتگو با استاد آبرامیان رو میشنویم و در پس از اون به پیگیری اخبار خواهیم پرداخت. بله. و پریسای نازنین شنیدنی های بیشتر به شما خواهد گفت و چشم به راه گفتگو با هممیهنی از ایران خواهیم بود. بله. کهندش یک مرده بشدن به گفته یه تو حسن و تقی و نمیدونم حسین و نقی. این گرفتاری روانیست که در توده های ما آنچنان رخنه زیانباره توفنده ای کرده که ما رو به این ننگ، به این زشتی واداشته. خوشبختانه در روند 40 ساله این پرونده ننگین گشوده شده و برای نخستین بار در تاریخ 1400 ساله ما جوانان بیداری در میان رزمندگان راستین هم میهن در درون مرزهای ایران زمین میبینیم که برخواستن و نمیخوان دیگه به بتکده‌ای در آن سوی مرزهای کشورشون روزی 5 بار خم و راست بشن و این دریدگی و این وطن فروشی و بیمیهنی رو دین اسمش بگذارن و به نام نیایش چنین پلیدی رو مرتکب بشن.
هر روی دگرگونی های سازندهی در دست انجام هست. شمار بیداران ایران زمین روز به روز رو به فزونی است. در این گذر پرسش من از تو بزرگمرد، تو استاد ارجمند، این است که چه پیشنهادها و چه راهکردها و چه روشها و شیوه‌هایی رو میتوانی پیشنهاد بکنی که میهندوستان نگران فردای ایران زمین، به ویژه فرهنگ مدارانی که تلاش میکنن سرگویی، سرنگاری و سرانگاری رو بگسترن، از کجا میبایستی بیاغازن؟ چرا که کم نیستن هممیهنان همبندی که با این پرسش درگیر هستن و میخوان بدونن از کجا میبایستی بیاغازن. چه فرمولی رو پیشنهاد میکنی همه جان؟ دکتر دانیل گرامی، پروانه بدید که پیش از پرداختن به این پاسخ شما من به یک نکته اشاره کنم و اون این است که بسیاری از هممیهنان هنگامی که ما بدین گونه سخن میگوییم که امروز من و شما هر دو میگوییم، بر این باورن که ما عرب ستیزی میکنیم. گمانشان بر این است که ما با عرب ها سر ستیز داریم یا ما رو شوونیسم مینامند. من باید در همین جا این نکته رو باز کنم که ما نه تنها عرب ستیز نیستیم. من خودم رو میگم، کاری به دیگران ندارم، از دل دیگران نمیتوانم سخن بگم ولی دل خودم رو میتوانم بشکافم. من نه تنها عرب ستیز نیستم بلکه عرب ها رو بسیار بسیار دوست میدارم. از دید من زبان عربی یکی از زبان های بسیار شیوا و بسیار زیبای جهانی است که باید ارج گذاشته بشه. از دید من نام های عربی نام های بسیار زیبایی هستند. من ام کلثوم رو بسیار بسیار دوست میدارم. من رقص سامیر جمال رو بسیار دوست می‌دارم. من همه عرب ها رو، هنرمندان عربی، دانشمندان عربی و حتی مردم عرب، مردم عادی عرب رو بسیار بسیار دوست می‌دارم. زبان عربی رو هم بسیار عرض می‌گذارم. به اینکه تا کنون زمان نداشتم که این زبان رو بیاموزم برای خودم بسیار بسیار متاسفم. ای کاش زمان می‌داشتم زبان عربی رو بیاموزم. ولی یک نکته هست. نکته این است که اگر دو برادر عرب در عربستان به گونه ای با هم سخن بگویید که بیش از 70% واژه هایشان فارسی باشد، آیا یک کار ننگینی انجام نمی دهند؟ نکته اینجاست. شما نمی خواهید بپذیرید، نمی پذیرید که دو برادر عرب در عربستان یا دو دوست عرب، یک زن و شوهر عرب در عربستان به گونه ای با هم سخن بگویند که بیش از نیمی از واژه هایی که به کار میبرن فارسی باشد. از دید من این کار بسیار شرم‌آور و ننگین است. چرا؟ چون آنها باید به زبان عربی سخن. بله، بینندگان و شنوندگان ارجمند، گفتگویی میکنیم با استاد ارجمند کتبان هومر آبرامیان در این زمینه که سرگویی، سرانگاری و سرنگاری چه سودی برای فرزندان فردای ایران زمین میتونه داشته باشه و چرا ایرانیان میبایستی با زبان خودشون، با فرهنگ و پیشینه و کارکرد کهن خودشون آشناتر بشن و به راستی پایبند این نکته های زیبای فرهنگی باشن که در پیاله فرهنگ این زبان هست که نقش پیاله فرهنگی رو بازی میکنه و میبایستی با این زبان بیشتر آشنا بشیم، به این زبان بگوییم، بنویسیم و دریابیم و گفتگو کنیم با همدیگه تا بتوانیم یک میهندوست راستی و فرهنگ مداری بیدار باشیم. هومر جان، از شما میشنویم در چون و چرای چند و چون زبان. ببینید، ما اگر ایران رو کالبدی بپنداریم، روان این کالبد فرهنگ ایران هست و این فرهنگ همون گونه که شما اشاره کردید پیاده ای دارد، جامی دارد. این جام یا این پیاله زبان پارسی است. اگر این زبان پارسی رو شما کنار بگذارید، چیزی ندارید که بتوانید درباره فرهنگ ایران ازش گفتگو کنید. از شاهنامه فردوسی بگیرید تا هر یک از دیگر بنمایه های فرهنگ ایران شهری، همه در پیاله یا در جام زبان پارسی ریخته شدند. بنابراین نخستین بایستگی زنده کردن و پاسداری از این زبان شیوا و شیرین فارسی است. بدون زنده کردن و بدون پاسداشت این زبان نمیتوان به کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران شهری پرداخت. بنابراین زنده کردن زبان فارسی و پاسداری از فرهنگ ایران شهری نخستین بایستگی
هر ایرانی است، چه آنانی که میدانند چه آنانی که نمیدانند، آنانی که میدانند بپوشند و آنانی که نمیدانند بیاموزند و آنانی که نمیدانند بپوشند تا بیاموزند. با سپاس بسیار، فراموش نکنیم که در روند رستاخیز همگانی سالهای 1906 و 1907 که به نگارش قانون اساسی مشروطه ایران پرداختند، بزرگان آن زمان رستاخیزی که به راستی فرهنگ ایناری رو از دست کمهای آزادی برخوردار کردند، اونجا ما یک ارمنی بزرگوار رزمنده داشتیم به نام یپرم خان که او رئیس شهربانی یا نظمیه اون زمان حکومت انقلابی و سپس در دوره‌های گوناگون هم از جایگاه بالایی برخوردار بود. بنابراین دلسوزی برای میهنی به نام کهن دیار پارس هیچ توفیری نداره. پیرو به کدام دین و آیین، پیرو به کدام بینش و نگرش و با چه بینشی سربازی که در این میدان آماده جنگ هست و آماده جانفشانی هست از کدام تبار و تیره باشه. بنابراین چه هممیهنان یهودی ما، چه هممیهنان مسیحی ما، چه هممیهنان زرتشتی ما که به راستی پدران و مادران فرهنگ راستین ایران زمین هستند، خداوندان راستین این خانه هستند، و چه نوگرایان بهایی و چه هر دلگراندیش دیگری برای این بینش، برای این نگرش دوست داشتنی هست، ما سر برابر در برابر یکایک اونها میخمانیم، خم میکنیم و برای یکایک اونها بهترین آرزوها رو داریم. همه جان تا نشست آینده گفتگو رو در چارچوب دیگری پی خواهیم گرفت. نگاه خودت رو به عنوان یک دگراندیش دلسوز ایران زمین و نگران تاریخ زادگاه پدران بگو تا ببینیم دیگران هم بدونن، به ویژه هممیهنان یهودیمون در این سرزمین، چرا هر یک از این یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان مالکین راستی و خداوندان بیچون و چرای ایران زمین هستن، بیش از هر پیرو آیین مندرآوردی به نامش. با سپاس دیگر از شما بینندگان و شنوندگان ارجمند این پایگاه فرهنگی و امید به داشتن برنامه های بهتر در آینده، و بیش از همه سپاس از استاد ارجمندم کدبان هومر آبرامیان که من رو سربلند کرد با این گفتگو، و امید به این که دیدارها و گفتگوهای دیگری داشته باشیم. شما بینندگان و شنوندگان ارجمند این پایگاه فرهنگی رو به مزدای اهورا می سپارم. من هم به نوبه خودم از شما و از همه بینندگان گرامی سپاسگزاری میکنم که زمان گذاشتید و برنامه رو تماشا کرد. روز روزگار بر شما نیک. چقدر زیبا، چقدر آموزنده، خصوصا برای نسل بعد از انقلاب که واقعا این صحبت‌ها رو باید با آب طلا نوشت. بله، امیدوار هستیم که از این پس بتوانیم بیشتر در خدمت شما بینندگان و شنوندگان بسیار گرانمایه این پایگاه فرهنگی باشیم. از هومر و دیگران خواهیم خواست به صورت زنده از این پس با ما برنامه داشته باشند. مهمتر این خواهد بود که چگونه می توانیم پاسخگوی پرسش‌های شما باشیم. بنابراین از شما می خواهیم به ایمیل آدرس این پایگاه بنویسید، یا به سیمای پادشاهی، یا به رادیو رستاخیز پادشاهی ایران، یا به اسرائیل پارس تیوی، یا به من به شخص، یا به پریسای ارجمندم، یا به کامی خوبم، به هر کدوم از ما بنویسید یا زنگ بزنید، ما با خوشنودی و خرسندی بسیار پاسخگوی پرسش های شما خواهیم بود. احتمالا شاید بخواهید اظهار نظری بکنید، نکته ای در میان بگذارید، یا انتقادی داشته باشید، اون چه که در دلتون هست با ما در میان بذارید. طرح اون مسئله مایه سربلندی ما یکایک خواهد بود. بله، صحبت دیگری که چند تا سوال که دوستان از من خواستن که مطرح کنم در برنامه امروز در رابطه با خبرهایی بود که هفته پیش اتفاق افتاد، این نگرانی دولت اسرائیل نسبت به حضور سپاه پاسداران در مرز سوریه و در 11 کیلومتری اسرائیل، و این خب بارهای بار دولت مردان اسرائیل رو نگران کرده و خب بارها
هشدارها داده شده و هفته گذشته در یکی از تلویزیون‌های سوریه گزارشی اعلام کردن که اسرائیل یک پایگاه نظامی رو در شهر مسیاف در استان حما مورد حمله قرار داده و گفته بودن که گویا اونجا یکی از پایگاه‌هایی بوده که هواپیمایی داشته سلاح و اسلحه و مهمات می آورده برای خب ترویج خرابکاری و ترور، که خب اسرائیل هم هیچ وقت این رو تایید نکرده، ولی خب رسانه‌های سوری گفتن کار اسرائیل بوده که با راکت اونجا رو میزنه. و اتفاقات دیگری که راکت‌ها به خاک اسرائیل هم اومدن، دیروز یکی از این هواپیماهای متعلق به اسد، رژیم اسد و سوریه رو در مرز اسرائیل نیروهای امنیتی اسرائیل، ارتش اسرائیل مورد حمله قرار داد و این هواپیما رو انداخت، چون نزدیک 2 کیلومتر وارد خاک اسرائیل شده بودن. و البته این موشک پراکنی ها هدف خوردن به اسرائیل نیست، ولی این نیروهایی که به شهروندان و مخالفان اسد که به مرز پناه آوردن اونجا هستن، نزدیک مرزن، و خب حتما این موشک ها ممکنه چند کیلومتری هم اشتباه کنن. و گفتن که یکیش هم خورده توی دریای کینرت، دو تا، و شانس آوردیم که خورده توی دریا، چون الان فصل تابستانه و مردم هم میرن کنار دریا آبتنی کنن، و خب خطر زیادی میتونسته برای عزیزان شهروندان اسرائیلی داشته باشه. سوال اینجاست، آیا فکر میکنید که امکان داره جنگی بین اسرائیل و ایران در بگیره، با این همه که صحبت میشه از اون ور بنیامین نتانیاهو بارها هشدار داده، از اون طرف سردار سلیمانی بارها صحبت کرده، پایان این موضوع آیا به جنگ خواهد کشید؟ اون آقایی که هفته پیش نشست و در واکنش به سخنان آقای مایک پامپو و ترامپ پیغام داد که با دم شیر بازی نکنید، در برابر یورش های ارتش پدافندی اسرائیل و از میان بردن، ریشه کن کردن شمار بزرگی از پایگاه های تبار دیو و دد که به نام ایران شوربختانه نامگذاری شده در سوریه، یک واکنش هم نتونستن نشان بدن به سخنی، به زبان خودشون، به ادبیات خودشون هیچ غلطی نتونستن بکنن. اینجا میگه با دم شیر بازی نکن، اونجا مثل موش، کمتر از یه موش آب کشیده میره تو سوراخ و بی واکنش میذاره. چند روز پیش هم یک یورش تازه ارتش پدافندی اسرائیل به این تبار دیو و دد آورد. بنابراین تا حالا خیلی از پاسداران وابسته به سپاه کشته شدن و جان سخن این که این کشته شدگان رو وقتی که برمیگردونن تهران، از خانواده ها میخوان صداشون رو در نیارید. یعنی پاسداری که برای دفاع از جمهور لعنتی شیعه اومده توی سوریه کشته شده، وقتی که جنازش رو میبرن تهران به خانوادهش میگن صداشو در نیارید. چرا؟ مردم میفهمن. چرا؟ همه میخوان مثل اون حججی باشه، برایش آیین فلان بگیرن بیشتر بکنن. بنابراین در یک چنین ظرفیت بیماری، یک چنین دو قدرت نامتوازنی که اسرائیل اینجا ایستاده و جمهور شیعه در اینجا که هیچ ربطی به هم ندارن، گفتم مثل یه موش آب کشیده در برابر یک ارتش منظم و با قدرت، با تسلیحات فلان، با امکانات فلان، با برنامه ریزی. فراموش نکنیم که اینجا کل جمعیت اسرائیل 8.5 میلیون هست، اونجا ما بالای 80 میلیون جمعیت داریم، یعنی 10 برابر این جمعیت هست. خاک اسرائیل کمتر از خوزستان ماست و امکانات مالی، امکانات نامی، بزرگترین کشور گاز دنیا، بزرگترین کشور نفت منطقه و میلیاردها دلار در ساعت صاحب درآمد. اینا دوتا از این نظر غیر قابل تطبیق هستن، از نظر دارایی های فطری سرشتی خاکی و از نظر اعتقاد. بله، ما شنونده‌ای داریم از آبادان
که من اجازه میخوام که ببخشید سوال بله، شما بله، قطع بله، کردیم. ما هفته پیش وعده گذاشتیم با شنونده عزیزی از آبادان. بله دوست عزیز روی خط هستین. خسته نباشی. سپاسگزارم. سپاسگزاریم دوست عزیز از ایران. حال شما خوبه؟ شیرین واقعا زحمت میکشیم بره ایران. از شما به اسرائیل پارس تیوی خیلی خوش آمدید. امیدوار هستم که از این پس این ارتباطات بتونه تنیده تر و سازنده تر باشه و هرچه زودتر سینه مردانه شما رو در اهواز و آبادان و خرمشهر و شادگان و نمیدونم شلمچه و اگر گرگان هستید در استراباد و اگر مشهد هستید هر کجای ایران هستید هر جای ایران سرای من ایران آزاد میشه. نگران نباید. 100% ایران آزاده. شیر ایران همه بیدارن. به به ایش فرق میکنن. شما برای شما دوست هم میهن ایرانی برای همزبانانتون در اسرائیل چه پیامی دارید؟ اسرائیل مردمان خوبی هم. ما باشون برخورد داشتم با کاتبای که تو ایران بودن چیز بودن کلیمی بودن مردمان خیلی خوب بودن. مردمان مؤمن و با ایمان بودن. کارشون هم درسته. مردمان هم اکثرشون رفتن طرف اسرائیل هم میشناسن میشن آدمان خیلی خوب و مردمان خوبی هم هستن. ما با مردم ایران هم با اسرائیل دشمنی داره نه با آمریکا. دشمن کجای تو خود ایرانه. اونم خامنه ایه. اونم خامنه ایه. دشمن تو ایرانه. ایرانه. اسرائیل دشمن ما نه. چیکار ما داره به ملت ایران چیکار داره؟ رفتار ملت ایران هم هست. رو شک نکن. آفرین بر شما. ما همه فرزندان شاهنشاه کوروش هخامنشی هستیم که در میان ما مهر و دوستی و مودت و یگانگی ساخته. ملت اسرائیل ملت ایران رو از ته دل دوست دارن. ما دلهامون همه به اون پدر بزرگمون شاهنشاه کوروش گره خورده. بله ما پدر بزرگمون کوروش داریوش پدر بزرگمون رضا شاه اول پدرمون شاهنشاه آریامه فرزندش رضا شاه دوم پهلوی سوم. درود به خاندان پهلوی. درود به خاندان پهلوی. آفرین بر شما. آفرین بر شما همیهن خوبیم. بله تمام ایران طرفدار پهلوی هم. رو شک نکن. همه طرفدار پهلوی هم. همه ایرانی هم میگن اسرائیل آدم های خوبی هم. مردمان خوبی هم. هنی کسی آزاش به کسی نرسنده. این هم که میگن عربای ارومزاده فلسطینی ارومزاده ها که خاک اصلا خاک ایست فلسطین مال عربانه مال در روی. خیلی خوشحال شدیم دوست نازنین. شما خوشحال شدیم. درود به درود به شرفتون. درود به غیرتتون. شیر هم خودت هم خانه که به غیرتته. سپاس از شما. ما خدمتگزاران مردم هستیم. نکرتم. ما خدمتگزاران شما و یکایک ملت ایران هستیم. سپاسگزاریم که زنگ زدید تماس گرفتیم. مرسی. خوشحال شدیم. مزاحمت نباشیم. مزاحم نمیشیم. خدا سپاس از شما. سپاس از شما. خدا پشت پناه شما و ملت ایران رو به دست خدا یکتا می سپاریم. بله امیدوارم که خدا این دوستان این مهرورزان رو واقعا در پناه عشقش نگه داره. از دست این دیف صفتان در امان باشن و واقعا صدای گرم ایشون من رو واقعا احساساتی کرد. بله. از خاک ایران و امیدواریم که باز هم ما از این تماس ها از خود خاک ایران داشته باشیم. بله از این فرصت بله پریسا جان از این فرصت من استفاده میکنم و اندیشه این پایگاه فرهنگی رو که اصولا نگاهش چی هست، شیوه کار چه هست و فردا رو چگونه میبینه و چه برنامه هایی خواهد داشت، همونجوری که هفته پیشم و هفته پیش از اون هم با شما بینندگان و شنوندگان ارجمند این پایگاه فرهنگی در میان گذاشتیم که از پنجشنبه 30 ماه آگوست یعنی آخر ماه آینده، ماهی که از دو روز آینده شروع خواهد شد، برنامه اسرائیل پارس تیوی به جای 2 ساعت در هفته 4 ساعت خواهد شد و شماری از هممیهنان ما در اسرائیل در یک نشست شروع شمار مثلا 10-15 نفری با هم خواهیم بود در یک محلی
در یکی از شهرهای اسرائیل و این استودیو پریسا، کامی و احتمالاً یکی دو نفر دیگه، خیم نازنین و سیگی، شاید کسان دیگه یا شهره یا هر یک از کارورزان این پایگاه فرهنگی همکاری خواهند کرد با پریسا و کامی. من همراه 10 تا 15 نفر از هممیهنان اسرائیلیمون در یک محلی در یکی از شهرهای اسرائیل دور هم خواهیم بود، همزمان 10-15 نفر از همسنگران و همراهانمون در کشورهای اروپا، امریکا، استرالیا، کانادا، ایران، خاورمیانه، ترکیه، قبرس، یونان، هر کجای دیگه با ما روی سیستم زوم خواهند بود. ما حدود 20-25 نفری که یک عده در یکی از شهرهای اسرائیل نشستن، همه اسرائیلی یا ایرانی هستن، با شما رو با ایرانیان همتبارشون در خارج از اسرائیل گفتگو میکنیم در زمینه مسائل آینده ایران و اسرائیل با استناد به مسائل گذشته، یعنی تاریخ ایران اسرائیل رو مبنا قرار میدیم، بر اساس اون با امکانات موجود سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اون امکاناتی که هر یک از ما داریم میگیم برای آینده ملت‌های متمدن خاورمیانه، خواهران همزاد ایران و اسرائیل، شما چه نظری دارید؟ شما چه بینشی دارید؟ شما چه پیشنهادی دارید؟ چطور میتونیم ما دو ملت ایران و اسرائیل رو در خاورمیانه به گونه‌ای به هم نزدیک بکنیم، همکاری‌هایی داشته باشیم که خاورمیانه بهتری در آینده داشته باشیم؟ هر هفته 4 ساعت این برنامه به معرفی طرفین، دوستان اسرائیلی با دوستان ایرانی با همدیگه گفتگو میکنن. اگر فارسی زبان هستن چه بهتر، اگر زبانهای دیگر هست مترجمینی خواهند بود که کمک میکنن همدیگر رو خوب بشناسن. 4 هفته این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد، ولی هر هفته چه در اروپا، امریکا، چه در اسرائیل، اون 10-15 نفرها عوض خواهند شد و آدمهای تازه خواهند اومد، ولی اون آدمهای هفته پیش هم مشارکت خواهند کرد، ولی میدان رو بیشتر در اختیار این آدمهای تازه خواهد نهاد که صحبتهای تازه هفته نو با صحبت‌های هفته پیش در هم اون هیئت اجرایی، هیئت مدیره یا هیئت نگارش یا هیئت مدیره بتوانند اینها رو ترکیب بکنن، یک دکترینی بسازن که هفته سوم و چهارم وقتی که تشکیل میشه یک دکترین کلی از این نگاه‌های این حدود 100 نفر آدم داشته باشن. هفته پنجم کسانی که در اسرائیل در 4 نشست گوناگون بودند در یک سالن بزرگ همه دوره هم خواهند بود، 60-70 نفر آدم مثلا. به همین ترتیب شمار هممیهنان پارسی زبانی که در کشورهای گوناگون از طریق زوم به ما پیوستن همه باز با هم خواهند بود بالای 100 نفر آدم در یک نشست 4 ساعته در هفته پنجم با هم گفتگو خواهند کرد که از میان این بالای 100 تن ایرانی، اسرائیلی، همه پارسی زبان یا غیر هم پارسی زبان، برای کسانی که عشق ایران و اسرائیل رو در تن و در سرشون، در جان و روانشون دارن، بتونن با هم همکاری هایی داشته باشن که این همکاری ها گام به گام سیستمایز بشه، به گونه ای برنامه ریزی بشه که این پایگاه فرهنگی بتوانه توانا سخنگوی این جنبش، این نهله، این انجمن، این هرچی که اسمش در آینده اون هیئت تصمیم خواهند گرفت که چارچوب سازمانیشون، شکل محتواییشون، عقاید و افکار و آرمان هاشون، برنامه های آینده شون به چه صورت بشه، اون هیئت اجرایی یا اون هیئت مؤتلفه یا اتاق کار یا دستگاه سیاسی برنامه ریزی خواهند کرد به چه صورت این امکانات رو گسترش بدن و این برنامه رو غنی بکنن، چه از طریق رسانه های گوناگون، نشست های گوناگون، گفت و شنود های فراخور، چه در این پایگاه فرهنگی، چه در دیگر پایگاه ها بتوانیم این کار رو بارورترش بکنیم. بنابراین از هفته آینده، یعنی از 2 روز آینده، من خدمتگزار شما، سرباز این جنبش، کامی، پریسا و دیگرانی در سفر خواهیم بود
با دیگر هممیهنانمون در سراسر دنیا گفتگو خواهیم کرد برای پیشبرد این اندیشه. بنابراین از همه هممیهنانمون در اسرائیل درخواست میکنیم، خواهشمون این است که این برنامه رو به ویژه ردیابی بکنن، دنبال بکنن، بشنون، بدانن. اگر پرسشی هست از هر یک از ماها با طرح سوال را یا روی ایمیل یا روی زوم یا روی دیگر سیستم های مجازی ارتباط برقرار کنن که از سیام ماه اوت اولین برنامه 4 ساعته خواهد بود که با هم در ارتباط خواهیم بود و امیدوار هستیم که بتوانیم دست در دست هم کاری سازمان یافته، کاری آموخته و سودمند برای شما پارسی زبانان ارجمند دوستدار ایران و اسرائیل و همه مردم آشتیجوی خاورمیانه و دنیا سازماندهی بکنیم. چهارچوب اهداف رو به این صورت، من یک یادداشتی دارم اینجا، از اون چارچوب میتونم پیشنهاد بکنم که در موردش فکر بکنید، در موردش بیاندیشید و اظهار نظر بکنید. طبیعی است که نگهبانی از مرزهای قانونی ایران و اسرائیل یکی از نقاط اولیه هست. پرچم شیر و خورشید و ستاره داوود برای هر دو کشور بسیار مقدس است و دیگر نمادها و نهادهای تاریخی در این گذر برای هر دو کشور مقدس باشه، محترم باشه، قوانین اساسیشون، قوانین داخلیشون و چارچوب‌های قانونمندیشون. طبیعی است که ایران آبستن دگرشدهای بنیادین و تأسیس مجلس مؤسسان برای نگارش قانون اساسی نوین هست. گشایش یک میدان فراخی باشه برای پدافند از پدیده آزادی اندیشه در ایران فردا با پشتیبانی شما مردم خوب. آزمونی باشه برای گسترش اندیشه آزادی بخشی و گفت و شنود میان سازگاران و ناسازگاران با آزادی اندیشه، با پدیده آزادی اندیشه. پدافند از آرمان پادشاهی در ایران زمین که در جایگاه ژنتیک تاریخ ایران عامل همبستگی، عامل یگانگی و این ملات توانایی هست برای یک دست شدن و یک پارچه شدن. ساختن یک زیربنای کارا و استوار با ابزار مهر و دوستی میان ملت‌های ایران و اسرائیل و دیگر کشورهای همسایه، همچنین با کشورهای دنیا برای دگرگون کردن این پدیده زشت ترور و تروریسم و کاستن از حجم پناهندگان سیاسی کشورهای مسلمان در اروپا و امریکا و بازگرداندن اونها به کشورهای زادگاه خودشون. دست کم ما در مورد ایران مدعی هستیم در این زمینه. فراهم آوردن نیازهای اولیه یک جنبش فراگیر با خواسته فردای بهتر برای ملت‌های ایران و اسرائیل و دیگر ملیت‌های خاورمیانه و ایجاد امکاناتی که این اندیشه بتوانه در چارچوب‌های آکادمیک دانشگاهی رسانه‌ای بتوانه بارورتر بشه و در میان مردم پشتیبانان، شنوندگان و دوستداران فراوانی پیدا بکنه. در این زمینه از یکایک شما هممیهنانم چه در اسرائیل چه در بیرون از اسرائیل درخواست همه ما این است که به این برنامه بیاندیشید و این اندیشه رو روش فکر بکنید. این هفته‌ای که الان در پیشگاه شما مردم هستیم آخرین هفته برنامه‌های 2 ساعته اسرائیل پارس تیوی خواهد بود، همچنین سیمای پادشاهی و رستاخیز پادشاهی ایران، رادیو رستاخیز پادشاهی ایران که از این چنل پخش میشه. تا 4 هفته آینده برنامه نخواهیم داشت، ولی در 30 ماه اوت پنجشنبه برنامه بزرگ 4 ساعته رو با این برنامه می آغازیم که 4 هفته به صورت آزمایشی خواهد بود در تدارک پایه‌های اولیه نیروهای سازنده این جنبش که در هفته 5 یک نشست همگانی در 2 سوی مرزهای اسرائیل باشه که بتوانیم زیربنای آرمانی و اجرایی این اندیشه رو بارور بکنیم. امیدوار هستیم که این اندیشه بتوانه مفید فایده برای ملت‌های ایران و اسرائیل و دیگر ملت‌های خاورمیانه باشه. قطعاً چنین خواهد شد. واقعاً اگر این طرح جامعه عمل بپوشاند، قطعاً در راه آزادی ایران نقش بسزایی خواهد داشت و
الان برای حسن ختام برنامه داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. آخوند علم الهدا هفته ای که گذشت گفته که چرا مردم فوش میدن، چرا مردم به آخوندا فوش میدن. صدای علم الهدا رو بشنویم و برگردیم. حرف منو گوش ندید، جواب منم این فحشایی که شما تو فضای مجازی میدید جواب من اینا نیست، که جواب من نمید تو فضای مجازی من فحش میدید جوابی حرفایی که من میزنم، جوابی که تهدید دارم، نه تنها به من به بچه های من کسو کار منم فحش و تهمت میزنید به عنوان جوابی حرفا. شما جواب منو میخواد با این فحشا بدید؟ خب بچه های من چی گناه کردن؟ به اونا چرا فحش میدید؟ خود من بدید. اگر جواب من فحش دادن تو فضای مجازیه، اگر جواب من افترا و تهمت تو فضای مجازیه، خب به خودم بگید دیگه. حالا دفعه دیگه دوستان حتما با خود ایشون صحبت کنین، به فرق و فامیلاش کاری نداشته باشین. به هر حال دوستان، هفته‌ای که گذشت همچنین فعالیت‌هایی در گوشه کنار ایران ما دیدیم که صدای مردم، اگرچه که خفقان خیلی وحشتناکی هست، اگرچه که نیروهای ضد شورش در تمام اقصانقاط ایران در خیابان‌ها معرکه گرفتن و مزاحم مردم هستند، ولی در بوشهر برازجان صدای مردم شنیده می شد که با این وقایع تورم و گرانی، حالا بیبرقی و بیابی هم بهش اضافه شده، مشکل داشتن، اعتراض داشتن و فیلم های زیادی، گزارش های زیادی هم پخش شد که از بیبرقی مردم و بدبختی مردم حکایت داشت. معمولا از 6 تا 8 ساعت ما نه آب داریم نه برق داریم. دو نیاز اساسی که روند زندگی عادی رو خصوصا در گرمای طاقت فرسای تابستون با مشکل روبرو میکنه. سهم ما از همه چیزهای خوبی که تو کشورمون میتونیم داشته باشیم شده همین بی برقی و بی آبی و خیلی چیزهای دیگه. هنوز بیشتر از 70 روز از فصل تابستان باقی است. با این همه کمتر شهری این روزها طعم قطعی برق رو اون هم برای ساعت‌های طولانی نچشیده باشه. از سمنان گرفته تا شهرهای استان جنوبی که در سالهای پیش اغلب به دلیل شرایط جغرافیاییشون تنها تجربه قطعی‌های کوتاه مدت برق رو داشتن. خاموشی‌هایی که گاهی جان شهروندان رو هم به خطر میندازه. من تو بیمارستان شریعتی هستیم. از صبح ساعت 8 برق نداشتن و بیمارا هیچ کدوم نتونستن جواب آزمایش رو بگیرن. در این بین در حالی که مسئولان وزارت نیرو بر ضرورت صرفه‌جویی حداقل 10% مصرف برق مشترکان خانگی تاکید می‌کنند، بی‌مبالاتی‌های ارگان‌های دولتی سبب شده تا گروهی از شهروندان به این برخورد دوگانه معترض باشند. کلا خارج کردن دسترس، هر چی ما از صبح داریم تماس میگیریم به هیچ عنوان وصل نمیشه. بانک آینده تو خیابون طبانی ساعت 4 صبح میگیرن. خبرها زیاده اما وقت ما متاسفانه اجازه نمیده که بیشتر بتونیم از وجود و دانش شما عزیز استفاده کنیم، ولی هفته ای که گذشت همچنین اسرائیل کلاه سفیدها رو که شهروندان سوری هستن که با نیروهای اسد، در واقع با حکومت اسد مشکل دارن و می جنگن و کسانی که کمک کرده بودن به شهروندان ستم دیده سوریه که در قسمت جنوب شرقی سوریه گرفتارن، از طرفی گرفتار داعش بودن و از طرفی بمب‌های و راکت‌های اسد روی سرشون بود و اسرائیل به 800 نفر از این کلاه سفیدها کمک کرد که اونها رو امن و امان به اردن ببره با پادرمیونی آمریکا، که به هر حال جان اینها شاید برای رژیم دیکتاتور اسد ارزشی نداره جان انسان‌ها، ولی خب برای دولت مردان کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل مهمه که هم اکثرا زن و بچه بودن و 800 نفر اینها رو نجات دادن و به اردن بردن که از اونجا به کشورهای امن پناهندگی به اینها بدن و متفرق بشن. دنیای باختر هرچه تواناتر شده،
یا به سخن دیگه آدمی هرچه تواناتر شده قاعدتا باید مهربانتر شده باشه. بیاییم پیش درآمد و ریشه به وجود آمدن صلیب سرخ رو نگاه کنیم، چطور یک طبیب سرباز سوئیسی در سالهای 1823 اومد اصولا این پدیده رو در پیش از آغاز جنگ نخستین جنگ جهانی بدعت گذاشت. یا بیاییم نگاه کنیم به حرکت آقای پرزیدنت ویلسون در سال 1917 چگونه به دنیای متمدن کمک کرد تا عثمانی های زورگوی متجاوز رو که جنوب اروپا رو به میدان نبرد خودشون تبدیل کرده بودن از بالا به زیر بکشه و آزادی رو در این منطقه بگستره. بیاید نگاهی بکنیم به باز به آنچه که جنرال آیزنهاور که بعداً پرزیدنت دوایت آیزنهاور شد، یا به دوران ترومن که ارتش نیرومند و انسان دوست ایالات متحده اومد و اروپا رو از چنگ نازی ها به در آورد. بدونید در هر کجا آدم ها هرچه تواناتر شدن، به تبع کشورها هرچه تواناتر شدن بیشتر کمک کردن به دیگران و این اندیشه انسانی همیشه بارورتر شده. امروز می‌بینیم در داستان کلاه سفیدها که گروهی هستند از آدم‌های قاعدتاً بومی خاورمیانه میان به کشورهایی که آسیب دیده هستند، چه در آسیب‌های طبیعی چه در آسیب‌های جنگ، کمک می‌کنند به کسانی که زیر آوار موندن، صدمه دیدن، زیان دیدن، جانشون در خطر هست، پشتیبانی ندارن، کمک می‌کنند. ولی حکومت ها هرچه هارتر باشن با یک چنین پدافند های انسانی درگیرتر هستن، متجاوزتر هستن، درنده تر هستن. از یک طرف اسرائیل میاد به کلاه سفید ها کمک میکنه، در اردن این طرف اون طرف بهشون پناه بده، در حالی که آقای بشار اسد اینها رو تیرباران میکنه و مزاحمشون میشه و حتی آمادگی این رو نداره که اینها به مردم خودش که صدمه دیدن کمک بکنه. بنابراین اندیشه کمک و پشتیبانی از دارندگی و برازندگی که همراه باشه با مهر و عاطفه و انسانگرایی و آدمیگری ریشه میگیره و جان میگیره و گسترده میشه در میان مردم. ولی هرچه این اندیشه ناتوان‌تر باشه در میان مردم، دستشون تنگتره، اندیشهشون هم خفیفتره، ضعیفتره، ناتوانتره، مهر هم در درونشون ناجوشانتره و مردتره. بنابراین همدردی میکنیم با یکایک کلاه سپیدانی که به مردم نیازمند سوریه کمک کردن و سپاس از دولت اردن و اسرائیل و دیگرانی که در پشتیبانی از اونها پا می میدان گذاشتن و اونها و خانواده هاشون رو از چنگال دشخیم رهاندن. امیدوار هستیم شما شنوندگان و بینندگان بسیار ارجمند این پایگاه فرهنگی، چه در سیمای پادشاهی، چه در رادیو رستاخیز پادشاهی ایران زمین و چه در یاران خوبمون در سیمای در اسرائیل پارس تیوی، بتوانید به اون برنامه‌ای که پیشنهاد کردیم در 4 هفته آینده، پس از این 4 هفته، در 4 هفته آینده‌ای که از سیوم پنجشنبه سیوم ماه اوت می آغازه به ما کمک بکنید، بتوانیم گامی تازه برداریم. شما رو به مزدای اهورا می سپاریم به امید برنامه های بهتر در هفته های آینده. سپاسگزارم از شما عزیزانی که با ما همراه بودید. تشکر میکنم از حضور گرم آقای دکتر دانیل دانا و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای یکتا میسپارم. روز و روزگارانتون خوش و سپاسهای فراوان از کامی خوبمون که برنامه رو هدایت کرده به سوی یک تفنن بهتر، یک نگاه بهتر و یک هنر ارزنده تر. سپاس از کامی خوبمون، خدا نگهدار شما تا 4 هفته آینده. شوریده بر ابلیس، آن ارباب جنگ و مرگ و ویرانی، منم شیدای آزادی، همان روح رهایی بخش انسانی. براندازم تو پایانی من آغازم.
I have visited him and I have stayed more than 1 hour with him. As I have stated yesterday, I had great concern. Today, thank God, there is great improvement, really. The team of the French and Egyptian doctors are seeing to it that everything is under control, and there may be no need to a new operation. But even if it takes place, it is a minor one. Did he talk to you? Who? Well, I have stayed 1 hour with him, yes. Well, as I told you, it is a minor one, but I'm not really a specialist in this branch. شمال كمان يا سيد شمال كمان سلم السلم.
To one who was a friend for over 30 years and a loyal friend and ally of the United States for that period of time. However, I do appreciate the opportunity this visit provides to pay a tribute at this time to President Sadat, whose courage and statesmanship in many areas has, I think, been an example for leaders throughout the world. At a time when timidity and fear seem too often to plague leadership, his refusal to abandon a friend and to provide a haven for him for his last days was an inspiration for everybody. Apparently the Shah says in his memoirs to come out soon that the West underestimated the impact of his fall, that they did not ever realize how important it would be to the West. Is that accurate? Well, what has happened since the Shah left, of course, speaks more eloquently than any memoirs could really present. There's no question that the Shah leaving Iran is a tragedy, a personal tragedy for him, a tragedy for the people of Iran who now are suffering repression much greater than they had before, who have 4 million at least unemployed and runaway inflation, and under a government that is not really a government, it's really a mob. All these things have happened, but also it was, in addition to being a personal tragedy for the Shah, a tragedy for the people of Iran, it was certainly a tragedy for what we call the West, because what was leadership and stability in that part of the world is now replaced by instability. Do you blame the current administration for not appreciating what the impact of his fall would be? Well, without getting into specifics, I would say that the conduct of the current administration, in so far as the handling of the Shah and Iran and so forth, I think it's open to very serious questions. I know it was difficult, I'm not questioning
the motives of the administration. I'm sure they did not want the Shoah to fall. But I think that the way that it was handled contributed to the Shoah's fall, the up and down the hill, one day saying they supported him, the next day leaking a story that they did not. And as a result, the forces which were anti-American, anti-West, of course, came into power. But beyond that, I think that the treatment of the Shah by the administration after he left was shameful. It is one of the black pages in American foreign policy history, and I think that President Sadat's guts in providing a home for the Shah for his last days at a time when the United States turned its back on one of its friends is an inspiration to us all. Thank you. Well, I realize that many here would be interested in my evaluation of the campaign, and I do have some thoughts about that. Obviously, I was very impressed by Governor Reagan while he was governor of California, and when he went on foreign missions for the administration, several when while I was president. I think he handled himself extremely well at his convention. But beyond that, I think it's inappropriate to get into any what would be called political comments at a time that I'm here basically for a funeral. So I'll defer my comments on Governor Reagan until a later time. But I was incidentally glad to see that Governor Reagan had the courage to do something that the administration did not do. And that is, whatever people may have thought of the Shah, whatever faults he had, and he was hard on himself when I saw him in Mexico. He didn't think, he realized he'd made mistakes, as we all do. But on the other hand, the administration. Thank you.
نتحدث إلى حضراتكم من قصر عابدين، حيث تبدأ بعد قليل مراسم تشييع جثمان الشاه إلى مثواه الأخير في جامع الرفاعي، حيث أوصى بأن يدفن هناك. يتوافد كبار المعزين وكبار رجال الدولة. ينزل الآن الرئيس محمد أنور السادات في ملابسه العسكرية، وإلى يساره الأمير رضا ولي العهد، ومن خلفه السيدة قرينته والشهبان فرح ديبا وبقية أسرة الشاه وأسرة الرئيس. ويقف الرئيس الآن وأمام جثمان الشاه المسجى في الدور الأرضي. تلتف أسرة الشاه الراحل وأسرة الرئيس وكبار المعزين. ويقرأ الجميع الفاتحة ترحما على روح الراحل العزيز. نظرة أخيرة تلقيها أسرة الشاه بصحبة كبير العائلة المصرية على الجثمان قبل أن يحمله الجنود ويسير رحلته الأخيرة القصيرة إلى حيث يوارى في مثواه الأخير. يتقدم الرئيس محمد أنور السادات الجميع الآن ويتجه إلى خارج القصر. يخرج الرئيس أنور السادات الآن إلى الساحة الخارجية لقصر عابدين، وإلى يمينه الأمير رضا
نجل الشاه الراحل، وتتبعهما الشهبان والسيدة جهان السادات وكبار المعزين. الرئيس الآن في اتجاه السرادق المقام في الساحة الخارجية لقصر عابدين، وحيث ينتظره هناك كبار المعزين وكبار رجال الدولة. سوف تسلكه الى مسجد الرفاعي حيث يدفن جثمان الشاه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم.
الماطنون من شارع حسن الأكبر نتحدث إليكم وإلى حيث يصل بداية ركب جنازة الشاه الراحل محمد رضا بهلوي.